همیشه بلند پرواز باشید آسمان به با کسی تعلق ندارد سلام هموطنان عزیز روز بارانیتان بخیر آرزو میبرم صبح خوب را آغاز کرده باشین برنامه صبح زندگی تا دو ساعت در خدمت شما هموطنان عزیز قرار داریم شما که شنونده آریان ایفه مستین بازم صبح تان بخیر باشه امروز یک روز خاص و این روز بارانی روز بهاری است بخش اول برنامه را بسیره حبیبی تقدیم شما کرد حال هم در بخش جام هستیم و موضوعات مهم ورزشی را تقدیم شما کنیم البته مهمان گرامی هم داریم یک از مسیر دور آمده و یکی از مربیهای خیلی موفق ورزش MMA یا مبارزات و آزاد و یکی یکی از قهرمانای خوب اما چی خوب است ایونت هایی که از تلویزیون جهانی آریانا قرار است نشر شود و ای را که شما هر روز به گونه زنده و در جغرافیای افغانستان از تلویزیون جهانی آریانا بینید هستین خوشخبری فصل سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان یا هم ای ال با همت مالی وکتور انرژی از طریق تلویزیون و صفحات دیجیتال آریانا نشر میشه که این مسابقات شما فراموش نکنید که آغاز مسابقات شنبه ساعت یک بعد از ظهر موضوع مهم کسی که علاقه من به ورزش فوتبال هستن و ایونت بعدی که باز هم از تلویزیون آریانا تقدیم شما میشه فصل دوم مسابقات لیگ برتر کرکت کابل 2024 یا کپل را باز هم شما میتونید در جغرافی افغانستان از تلویزیون جهانی آریانا فراموش نکنید که بگونه زنده از آریانا نشر میشه با شراک شش تیم برتر و با حضور ورزشکاران تیم ملی کرکت افغانستان و مهمان بر شما معرفی میکنم قاسم سادات یکی از قهرمان های نامدار رشته ام ام ای و یکی از مربی های بسیار موفق با ما هستن بخش جام صحبت های خودمانی را با قای سادات هم داشته باشیم قاسم سادات سلام صحبت بخیر عید گذشته مبارک روز بارونی بخیر خوش آمدی به برنامه ما تشکر زنده باشی سلام بر شما و بر تمام بیننده های برنامه زیبایتان خدا کنه یک صبح خوش را آغاز کرده باشی صبح خوب خوش صبح بارونی صبح بهاری صبح که بر ورزشکارا جان است ورزش فراموش نکردین حتما به ورزش امروز آمدین چون طرف برنامه حتما آمادگی های داشتین قسیم صادق امروز آمادگی داشتیم طرف برنامه امروز رو به ورزش نکردیم آمدیم به خاطر که در برنامه مهمان بودین بیاین از کارای ورزشی بگین رمضان خوب گذشت یک ماه به خیر روزا دیدم به خیر سپری کردین و قرار است یک مجده خوب داشته باشه یا آمادگی برای مسابقات دارین ببینیم مسابقه در کجا برگزار میشه عارفتون کی هست شناسایی شده یا خیر تمرینات رمضانی خدا خوب خیر سپری کردیم هم روزه تمرین میکردیم چهل پنج دقیقه و اگر بگم که تا روزایی دو ما تمرین داشتیم تمرینات خدا به سر بردیم این مسابقات که هست در روسیه برگزار شده که دوت نامه شام انشاءالله خلاص میشه برای ما میبره و بیشتر به یک و بالا برگزار میشه شاید به روزای نزدیک عریف ما مشخص شود کدام از به خاطر که یک فایتر وقت که برات معرفی میشه نظر به ریکوردت معرفی میشه که ریکورد خودت چند از و در کدام ریکوردت فایتر را قبول کده میتونی یعنی سازمان که کوشش میکنه که مثال تو یک فایتر را معرفی کنه که ریکورداش بالا باشه اما یک او نظر به خودت است که باید نظر به ریکوردت خودت فایت گیری به سطح باشه انشالله خبرهای خوش دارا است مسابقات خوب جالب و دانید انشالله ما در بخش جام همیشه خبرهای خوش تقدیم بینده عزیز کسایی که ورزشکار هستن ورزش دوست هستن تقدیم میکنیم که ما از فوتبال گفتیم از کرکت گفتیم و ای هم که خودت آمادگی میگیری بخوایی بر مسابقات میری بیرون از کشور سب که خودت چی است مشخص قسم کدام تمرین ها پیش بودی کدام بخش مهارت داری؟ از ما خواهمی رشته اولم پهلوانی بود از پهلوانی باز به ام ای رو آورد. هم مسلک هستیم خیر. بله آ کشتیگی بسیار کشتی میکرد. با معرف میشی. <تصفح> <تصفح> آخرش ما خرابون است. <هستیم تصفح> شما هم جوسی اونها هستید. <تصفح> خب صدا و کشتی در ایم ایم ای اولویت هست. ما کسی کشتیگیر می باشه فیزیک بسیار بالا می داشته باشه. طبعا گیر گرفته خیلی خوب می داشته باشه. مربی کشتی شما کی است؟ مربی کشتی ما استاد شیر است. که فعلا نمو پسرهای از کس قرمان ها خلی تیم ملی پلوان محمد شیرزادش که امروزه کرد که در زوا یک ساعت من کشتی گیری میکنم و با این جنگ زمینی گری کار کردم میرم که در زوا مصرف تمنات کشتی گیری هستم و لابزانی وقتی که بسر لاب خود کار میکنم باز استاد امرودین حفیزی که خدا با داشته باشه نصیبش و امرتولونی نصیبش برلابگی را که از اون یک سرکت مکان میکنه بله. قسم جان خودت یک مربی هم هستی چطور شکرداره تمرین میتید و کلپ در کجا هست؟ ما یک کم دارم در لیسه مریم بهترین کم جور کردیم تقریبا به حدود 200 نفر پیشم تمرین میکنه و شاگردای خوب به جامعه تقدیم کردیم که خود دانش شاید بده که در برنامه های دانش اشتراک و سفرهای خارجی هم روانشان کرده بودن که در مسابقات ایران اشتراک کرده بودن سازمان در سازمان کلسی که دو در معرفی کرده بودن که هر دست پر برگشتن افتخارات بزرگ به مردم افغانستان رقم زد خیلی عالی و علاقمندی جوانا دی شب روز هست به ورزش مشتاق هستن که بیاین کمپ شما ثبت نام بکنن تمرینات خودونا پیش ببرن ورزش یک چیز است که در هر شرایط جوان براش علاقه مندی نشان میده و به خصوص ورزش ایمیمی که بسیار جوان را علاقه مند خود ساخته و نظر به شرایط سر ورزشگار تاثیر زیاد خود داره امه. شرایط فعلا به ورزشکارا نمیخوانه اول خودم است مثال از بودجه شخصی من میرم به مسابقات مسابقه میکنم یعنی تو ورزشکارای پیشم میاد که توان فیس خدا ندارم ولی علاقه مندی خاص دارم به ورزش چی همکاری میکنید با اونا کسایی که فیس ندارن جوان هستن علاقه به ورزش هم دارن خب زمانی است که ما باید دست هم چو جوان ها یا نوجوان ها را بگیریم این سوال کدی من نمیخواستم که ایرا برتان <تص> رویایی بسازم بسیار شکر دارم که من خودم از پیش فیس نمیگیرم حتی بله. مسابقات داخلی که میکنن از جیب خود پیسی مسابقات پول مسابقات شونه پرداخت میکنن به خاطر که این ورزش که از یک شب قلاقه خاص داره اگر اون ورزشکار از همینجا بیرون شد از کم یا توان فیس نداشته باشه یا توان پرداخت پول مسابقات خود نداشته باشه طبعا به با عمل روی میارال فکر کو که چقدر معتادین ما شما داریم به میلنا رسیده ما مجبور هستیم که خود ما ورشکار هستیم دست یک ورشکار بگیریم خب به این میگن خصلت مردانگی و جوانمردی مردی باید زمانی است که ما به جوان ها کمک بکنیم و جوانایی که علاقه دارن مشتاق به ورزش هستن امکانات فراهم بکنیم از امکانات ورزشیتون بگین که قابل قبول هست بعضی کلاپا غیر میاری و غیر استاندارد است حتی زمانی که بخوای وارد کلاب شوین به خاطر تمرین علاقه نمیگیری که ورزش بکنی اما بعضی کلاپا هست که مربیای خوب که مثل شما سایت کسای دیگه مثل آقای جمشید بیزادپور همیشه از بودجه شخصی خود تلاش کرده که یک مکان زیبا ایجاد بکنه اختصاص بده تا اینکه ورزشکارا یا جوانا که وارد کلاب یا باشگاه میشه بفهمن که ما جای خوب جای میاری اومدیم باید ورزش بکنیم از ما کسی یک کمپ که جور که نمیلیسی مره همی هم کمپ که تقریبا 25 زار دلار مصرف خورده که یعنی چیزی که بخوای موجود است در کمپ از نگاه تمنات برد بگویم از نگاه فضایش برد بگویم اهم چیز برشان مسای ساختیم بسیار کچ مقبول جور کردیم به فایترها که حتی مسابقات و کابل که برگزار میشه همی سازمان ها که برگزار میکنن از شهر و علاقه مندی میاند در کمپ تو برگزارش میکنیم بله. و بسیار اک مکان خوبیش است و منزل دو از خوصا نمی تکویه ها هست که و خود معلوم است که اکسیجن کم بودی میکنه به اگه کار و باید که کم جور میشه کلاب کلب جور میشه بالاتر از تکوی باشه یا منزل اول یا منزل دو باشه دلی. و میکس های کلب داری میکنن. من با ازوا تقاضا میکنم یک مکان را جور کنن. که یاد اقل یک جوان یک ورشکار بیاد دلگی آه نشه یاد اقل هر کار ورش مصرف کنی مصرف به جای نیست مثال نشه با سال انشالله حتما یک بار نوبه برای جون میشه یکی پیدا میشه سپانسرت میکنه خو هر کار مصرف کنی به جای نیست خدمت دو ورش کاره خیلی عالی وعده بر دوستا مربیا کسایی که در کنارت هست بخاطر با خاطر مسابقه پیشروی با مسکاو چی هست چی وعده میکنی که با دست پر بر میگری عریف در کدام راون میتونی که نکاوت یا ضربه فنی با خودت خب معلوم است که فایترهای روسیه که از بسیار وام بر قامت استان دارند. از نه ساند. ما برات نگم اما ما برشان یک درس بیتم پوش شدم یک قفس برات میشقم و انشالله که در و دو تسلیمش میکنم برات بی خاطر تان باشه ای وعده ما برتان عام تا ما خدا گرفتیم شب و روز تمرین کردیم. خیلی عالی. چای تار... میکنم. اول نگفتم حالا چه چا... میگن ورزشکارا که هست اول صبح اما انرژی خودم میگیرن چای صبحانه خود رو نوشجان میکنن حتما یک گلاس شیر خود هر ورزشکار دوست داره که صبحانه موقعی نوشجان بکنه زمانی که ورزشکار انرژی خوب داشت باستبن تمرینات خوبی هم می داشته باشه پیام به جامعه ورزشی چی است که بتونن جوانا قهرمانا بخش مربیا بخش ها را حمایت بکنن تا اینکه ما بتونیم یک جامعه سالم ورزشی داشته باشیم یک جامعه ورزشی بنیادی داشته باشیم کسایی که مسئول در این بخش ورزش هست من از خواهش میکنم کسایی که واقعا تمرین میکنن یاره چهره بسازن و کسایی که واقعا به مردم افغانستان خدمت میکنن افتخارات بزرگ کسب میکنن یاره حمایت بکنن برشان یا مالی سپانسر شده یا تشویقش به صدقات و یا روحیه بگیرن و فکر که یک ورشکار که وقتی که میره بیرون مرزی میرد تنها از فامیل خود نمایندگی نمیکنم نمائند. کنم از یک خود نمایندگی نمیکنم نمائند. من از تمام افغانستان نمایندگی میکنم این که من زبان هستم یا زبان هستم در اوجه صرف یک افغان هستم بنامه تگ یاد میشن و کسایی که مسئول بخش ورزش هستن باید ورزشکارا را حمایت اسپانسر کنند خیلی سپاسگزار هستم قسیم سادات یکی از قهرمان های خوب هنرهای رزمی و همچنان مربی موفق با امید قهرمانی هست تشکر و خیر باشین ان سپاس از شما هموطنان عزیز شما که همین لحظه بیننده صبح زندگی هستین و یا هم شنونده آریون اف هستین باز هم صبح بارانی و بهاری شما خوبان بخیر خیر باشه وقفه داریم بعد از وقفه بخش نبز سلامتی با مهمان خیلی گرامی ما فراموش نکنید